استادیوم شهر ورزشی زاید، افتتاحیه جام ملت‌های آسیا 2019، مهمترین جام فوتبال بین‌المللی قاره که برای اولین بار 24 تیم برای بردن آن تلاش می‌کنند. از نظر بنگاه‌های شرط‌بندی، کره جنوبی و ایران بخت‌های اصلی قهرمانی هستند. در فاصله دو روز اولین مسابقه تمرین ایران در آرامش برگزار شد. هواداران ایران که در 8 سال گذشته تیم محبوبشان را به دست کارلوس کیروش پرتغالی سپردند، انتظار دارند این بار تیم ملی با دست پر به تهران برگردد. قرار است تجربه دو دوره جام جهانی مقابل بعضی از قوی‌ترین تیم‌های دنیای فوتبال در دو طرف زمین به کمک بازیکنان هجومی و دفاعی ایران بیاید. آخرین تمرین تیم ملی ایران در کمپش در زمین کریکت شماره 2 ابوظبی، قبل از اینکه فردا به استادیوم برن و خودشون رو برای بازی با یمن با محیط استادیوم آشنا بکنن. مسابقه ای که اولین مسابقه ایران هست در جام ملت‌های آسیا میتونه تعیین کننده باشه از بابت اینکه سرنوشت این گروه شاید قبل از مسابقه پایانی با عراق بتونه در تعداد گل‌های زده جلوی یمن و ویتنام مشخص بشه. تیم شماره 1 آسیا در رده‌بندی فیفا بیشتر از 40 سال است که به فینال جام قاره نرسیده، ولی حالا به عهده این بازیکنان است که بعد از چند دوره ناکامی و سرخوردگی اولین قهرمانی بعد از انقلاب اسلامی را برای ایران ثبت کنند. پوریا جعفر، بی بی سی، ابوظبی.